السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوار هستم که صحتمند و سر حال باشین و زندگی خوب و خوش را سپری بکنین. قراره که امروز میفهمید میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. همگی نذر و خیرات به نام خداوند میکنن. ما هم کسی هستم که کوشش میکنم ای روزای خوب و ای روزای مبارک فراموش نکنم و تا حد توان خود صدقه و خیرات بکنم. امروز هم یک ذره برنج و قورمه پخته میکنم و به نام خداوند و به روح حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و تماما مرده های راه اسلام و شهدای راه دین تقدیم میکنم. عزیزان دل، ما برنامه های آشپزی زیاد داشتیم، همچنان چندین بار غذاهایی که پخته کردیم ویدیوش را گذاشتیم بر شما. امروز هم ویدیو را تقدیم شما میکنم. امیدوار هستم که خسته نشین و تا اخیر امراه ما باشین. عزیزان دل، شما خواسته بودین که ما به داخل ای دیگ بخار خود که به نام انستانت پات است غذا بپزم و ازش بگویم که چی قسم استفاده میشه و چی کار کرده داره. دوستان عزیز، بهترین دیگ بخار است که ما استفاده کردیم، مخصوصا به پختن گوشت، که هر قدر که گوشت کلان باشه در همو 35-40 دقیقه کاملا نرم می سازه و بتونین هر غذایی را از گوشت گرفته تا برنج و تا ترکاری باب و سبزیجات، همه چیز میتونین به داخل از دیگ پخته بکنین، که ما امروز قرمه گوشت را به داخلش پخته کردیم. فراموش نکنم که مواد لازمه که به قرمه گوشت استفاده کردیم بگویم. گوشت، البته گوشت ماهیچه داشتم و در ضمنش یک مقدار گوشت که بیشتر چربی داشت، چون ما با کباب جدا کرده بودم گوشتایش و چربیایش نگهداری کرده بودم به خاطر پختن شوربا و قورمه، که همراهش یک 4 دانه پیاز کلان و 3 عدد بادمجان رومی، نمک، زردچوبه و نیم گلاس آب اضافه کردم. چون ما آب اضافه کردم، ضرورت دارم به همین یخنی که به برنج میخوایم استفادهش بکنم. در غیر از اوش نیاز نیست که شما آب به داخلش اضافه بکنید، چون پیاز هم آب مندازه و بادمجان رومی همچنان. و گپ مهم دیگه ای که اگر شما میخواین از این دیگه بخار بخرین، کوشش بکنین که امی داخلش امی ظرف را که میبینین با دستم، امی دیگش به حساب ناسوز باشه. از ما المونیم میگن از او است. در وقت که بخوایم غذا را سرخ بکنم زیرش میچسبه. شما کوشش کنین که از دبلتر و از ناسوزش اگر بگیرین خیلی راحت میشین، نیاز ندارین که شما به دیگ دیگه سرخ بکنین. ما هم از او خاطر که به دیگ زیرش میچسبه به یک دیگ دیگه انتقال دادم. اول هم بادمجان رومیایی که اضافه کرده بودم پوستش دور کردم و خوب ایجه پشت چمچه کردم که میده شوه، همراه با 2-3 قاشق از رب به داخل دیگ بندازم و 1.5 گیلاس هم روغن اضافه میکنم، میمونم که سرخ شوه.
خب قورمه تقریبا سرخ میشه. هر قراره که اگر میخواین که همین قورمه گوشتتان خوشبوی بیایه با ما اندازه سرخ باید بکنید. هر قدر سرخ شد بسیار خوشتم و هم خیلی خوشبوی میایه که من این خوب سرخ میکنم. بعدش و داخلش کچولی اضافه میکنم بخاطر که شوهرم نخود خوش داره، نخود هم اضافه میکنم و اینجا هم آب برنج ماندیم که جوش میکنه و برنج مندازم تا نرم شد. کچولو را اضافه میکنم تا که کچولو نرم میشه همین قورمه هم سرگوهن میایه و سرگوهن میشه. نخود را در اخیر اضافه میکنم. این هم مرچ سبز. سرپوش را میمونم تا که نرم شود کچولو. تو نمی 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 امروز زید جان رخصت است. امروز زید جان میمان ما میشه است. امروز کتم کالای خو میگرده کل روزه. خیره دیگه ایخ میمان است. هر کار میتونه بکنه. چی خوردی؟ چی خوردی؟ ویتامین؟ ویتامین اکتا خوردی؟ نوش جانت ویتامین خوردی؟ بر زید هم دادم بر عمر جانم دیگه. عمر جان و زید جان که هست دیگه بسیار پدر خدا دوست دارن، مخصوصا عمر که تمام ساعت زنگ میزنه. زید جان چی؟ زید چی؟ بگو. بچی میت بات خوبش میگه گلد فیش. زید چی میخوری؟ ایره میخوای؟ نه؟ گلد فیش؟ بگو تانک یو مامی. تانک یو مامی. اوکی. می بسس بسس باز نان میکشم. بگو تشکر. تشکر. نوش جانت. بیاگو. چی هست دانت؟ گرگا. تو ساچق میجوی؟ تو ساچق میجوی؟ بکش دیگه نال ساچق تا برو بخو بسکی تک تا بخو. نمی کشی؟ خیلی بسکیت تیت نکنی خواه؟ سعید؟ سعید جان؟ جان مامی؟ بو تلاو تا بگی؟ اینی آب انار شاو پدر جانش کشید به خاطر زید، چرا که زید نمی خوره میواره عمر جان خواهم تا انار می خوره باش کباشی بیاد هرد بخوره. تو خوردی انار اکتر تنکیو گفتن شا سایکو. تو حقه کل گیره میخوری. چی میخوری؟ بلو مامی؟ گولد فش. گولد فش. بچه اگه که کلانم 4 ساله است هنوز گپ نمیزنه. بناهن ما یکان وقت که انگلیسی هم رایش گپ میزنم او به خاطر است که در مکتب انگلیسی گپ میزنن و در خانه هم کرتونی به انگلیسی میبینه. بناهن ای باید امو یک زبان تقویت شو و یک زبان یاد بگیره و ما هم
خواست ما و اولویت کار ما در ایست که بچه ما زبان یاد بگیره. بر ما مهم نیست که کدام زبان است. قبلا زیاد فوکس داشتم که طفلان باید زبان دری را یاد بگیرن و مهم بر ما همی بود. ولی امرو بازای جان همی تصمیم ما تغییر کرده، همی نظر ما تغییر کرده. می خواهیم که زید فقط زبان یاد بگیره. هر زبانی که باشه فقط بچیم سر گپ بیایه بخیر. ولی همراه عمر جان دری گپ میزنیم و کوشش میکنیم که دری را یاد بگیره. بعد از اینکه زید جان به سر گپ آمد باز بخیر امروش دری گپ میزنیم که دری را همچنان یاد بگیره. شش گیلاس برنج است. مندازمش که نرم شوم. البته 90% نرمش میکنم چون یخنی دارم. میخوایم از یخنی هم استفاده بکنم. برنج هم نرم شده. البته امو چیزی که میخوایم ما بیشتر از اینکه با دست خود اندازیش بکنم که شده یا نی با دهن خود بیشتر میکنم که همی کاملا درست است. این هم آب روغن است که یک گیلاس روغن انداختیم و بوره را انداختیم. دو قاشق پر غذاخوری بوره است. میمانم که آب روغن جور شدم. که برنج صاف میکنم آب سرد بالاش اضافه میکنم. این همو یک شوک است بر برنج چون خودش داغ و بالاش آب سرد اضافه میشه. خوب قطع میکشم این نظر به تجربه. قسمی که میبینین البته بوره هایش کمه، خود قوی کرده، ولی ما میخواییم که کاملا بسوزه. چون اگر به این رنگ آب اضافه بکنیم یا به داخل برنج پرتیم طعم برنج شیرین میکنه. این باید بسوزه. مزه میتا؟ چقدر؟ اخنوشی جانت. الو لباشو تو خراب لباش پاکنم پاک. نوشی جانت. خب این حال نخوت انداختم اضافه کردم که هم طعم لواب بگیره و هم یکم دیگه هم خود نرم کنه. خودش نرم بود. این استخوانایی که گوشتایش جدا شده را میکشم که باز گوشت نشده. کچولو هم نرم شده دیگه. آله حرارت خاموش میکنم. با این داشم که است یک ذره این خانهش بسیار شولیش زیاد است و دیگه هم بزرگ است. نمیتونم که با او قسمت دیگهش بانم. از خاطر پتنوس داش به روی اجاق ماندم که یک کم حرارتش کمتر شد. یعنی مستقیم دیگه زیر دیگ نسوزه. از خاطر این رقم کردیم. اینجا هم قورمه آماده است که بسیار خوشبوی آمده. دیگه بخیر دیگه ضرورتش خاموش کردیم. فقط یک کم یک بغل در قسمت میمانم که روغنش یک طرف بیایه و همراهش گد بکنم. بعدش بکشم خیرات کنم.
درود فرستادن به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و به آل و اصحابش در تمام روزها خیلی خوب است و خیلی ثواب داره، مخصوصا به چنین روز متبرک تولد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. فرستادن درود خیلی آرامش بخش است. ما هم فکر کنم 1000 درود فرستادم. خب قسمی که میبینین دیگ هم آماده شد و به ظرف ها میکشم. خداوند قبول و مقبول درگاهش بکنه. چیزی که از دست ما میایه همین است. فکر میکنم که به گفته مادر جانم میگفتن هر وقت که دیگ پخته میکنین یک بشقاب به همساییتون همسایه بخشی بکنین که خیلی خوب است. و من که به این کشور زندگی میکنم و نمیتونم مثلا همسایه بخشی داشته باشم، همی که هر غذا را پخته میکنم یک دعا و یک زیارت میکنم و به پیش خود میاریم و نوش جانش میکنیم. فکر میکنم که این هم ثواب خود داره. خب دوستان عزیز، من هم غذا را که کشیدم بردم به همسایه ها و خانه خواهرم همچنان رفتم که خواهرم شوله قربندی هم را با کوفته پخته کرده بود، بسیار مزه‌دار، بسیار خوشبوی. جایتان خالی، خداوند خیراتش قبول بکنه. و ما هم آمدم و یک بار آشپزخانه را یک پاک کری و صفا کری کردم و دیگر روز به دیگر رسید. شمایی که برنامه ما را میبینین تشکر میکنم. اگر خوشتان آمد لایک فراموش نکنین و اگر تا حال سبسکرایب نکردین حتما سبسکرایب بکنین تا برنامه های خوبتر و بهتر بانم. الله حافظ.